با سلام خدمت دوستان عزیز در دوره شناخت صورت های مالی ویژه مدیران غیر مالی بخش دوم بودیم که آشنایی با صورت های مالی اصلی شرکت ها بود پارت یک و دوش رو در کلیپ های قبل شما دیدیم تو اون پارت ما در مورد ترازنامه و صورت سود و زیان به صورت خیلی کلی صحبت کردیم ثبت دو طرفه و ارتباط ترازنامه و زیان رو گفتیم اون مثال هایی که پای برد خدمتتون من ارائه کردم در این پارت میخوایم در مورد ترازنامه بیشتر با هم صحبت بکنیم البته ترازنامه بسیار گسترده است قطعا ما امروز به دیتیل هاش نمیرسیم یه خود شفافترش میکنیم یه خود عمیقتر میریم جلو اما در مورد آیتم هاش به طور اختصاصی باید در یک فصل مجزای کامل به هم صحبت بکنیم اونها خیلی نکات جذابی رو دارن که در بخش های بعد من تقدیم میکنم ترازنامه سه بخش کلی داره اگر یادتون باشه معادلش چی بود؟ بود دارایی ها مساویست با بدهی ها به اضافه حقوق مالکان یعنی دارایی ها از چه منابع تامین مالی شدن خب همین سه تا بخش اصلی رو هم داره یعنی یک سری دارایی داریم ما آیتم های دارایی داریم آیتم های بدهی و آیتم های حقوق مالکان یا حقوق صاحبان سهام دارایی کلیه منابع اقتصادی که در تملک مؤسسه هستند چه نقد باشن چه غیر نقد چه مشهود باشن چه نامشهود مشهود و نامشهود دیده می شود و قابل لمس است مثلا شما در شرکتتون یه دونه لپتاپ دارین ساختمان دارین اینا مشهودن حالا صحبت میکنیم یه سری حق الامتیاز دارین مثلا حق اشتراک برق مثلا 500 کیلو آمپر دارین توی کارخونتون خب این یه ارزشی داره این رو پولی باش پاش پرداخت کردین گرفتین این حق اشتراک دارایی نامشهودتونه یا هر چیز شبیه یک تکنولوژی رو خریدین لایسنسی رو خریدین یا همه حقوق مالکان نشون میده که چه بخشی از این دارایی‌های مؤسسه توسط مالکان تأمین یا تأمین مالی شده است حالا چه از سرمایه‌ای که اووردن چه از سودهایی که قبلا کردن و حقشون بوده از شرکت بردارن و بر نداشتن بدهی ها اون قسمتی از دارایی هاست که توسط افرادی غیر از مالکان تأمین شده است خب بریم سراغ دارایی ها اجزای دارایی ها ببینید من دارایی ها رو سعی کردم کلیاتش رو بیارم همین مثالی که امروز با هم می‌بینیم در مورد فولاد مبارکه و افق کوروش ممکنه شما یه آیتم های جزئی دیگه‌ای هم ببینید این آیتم های جزئی هم قابل توضیح هستن بعضیاشون اه، کم اهمیتن بعضیاشون به خاطر ویژگی های خاص اون صنعتن مثلا توی بانک ها اصلا ترازنامه و صورت سود و زیانشون با شرکت های عادی فرق داره خب من مثالی که دارم دارم شرکت های عادی تولیدی و بازرگانی و خدماتی و اینها هستن کلیات صحبت در مورد بانک ها هم هست ولی بانک ها به خاطر قوانینی که دارن و بانک مرکزی قوانینی که گذاشته یه خور فرق دارن اما اجزای دارایی ها دارایی ها به دو بخش اصلی دارایی های غیر جاری و دارایی های جاری قابل تقسیم دارایی جاری دارایی که به سرعت قابل نقد شدن میگن زیر یک سال مثل موجودی نقدی که اصلا معلومه حساب های دریافتنی از بدهکاران موجودی انبار معمولا ظرفی کمتر از یک سال مصرف میشه یا فروخته میشه اگر کالای ساخته شده باشه پیش پرداخت هایی که از مشتریان به مشتریان به تامین کنندگان پیش پرداخت شده اند اینا به زودی کالاشون دریافته میشه یا سرمایه گذاری کوتاه مدت اگر شرکت سهامی خریده باشه به قصد فروش نه سهامی که به قصد نگهداری خریده مثلا شرکت زیر مجموعه شه. اوراق مشارکت خریده باشه یا سپرده بانکی باز کرده باشه ببینم این سپرده بانکی مدت دار 6 ماه یک سال دو ساله بین های... اتز... میگن سرمایه گذاری های تا یک سالش میگن سرمایه گذاری کوتاه مدت بلندترش میشه سرمایه گذاری های بلند مدت دارایی های غیر جاری غیر نقشه‌بنده هستن نمونه خیلی معروفش املاک و ساختمونه ماشینالات همینطور اینا جاری نیست. اینا قابل نفت نیستن قابل نقد کردن به این سادگی نیستن و اصلا شرکت معمولا نمیخواد ماشینالاتشو بفروشه چون ماشینالات وسیله تولیدشه فرض سرمایه گذاری های بلند مدت مثلا وقتی که اه... یه بانک لیزینگ تاسیس میکنه لیزینگ سرمایه گذاری بلند مدتشه نمیخواد لیزینگشو بفروشه لیزینگ ابزار کارشه یا فرض کنید که وقتی که ایران خودرو شرکت سابکو رو تاسیس کرده سابکو واسهش داره تامین قطعات میکنه قصد فروش سابکو نداره لذا ببینم سرمایه گذاری بلند مدت مطالبات بلند مدتی که از کسی داره یا از شرکتی داره مثلا یک کالایی رو قسطی فروخته با اقساط مثلا سه ساله پنج ساله میشه مطالبات بلند مدت و انواع دارایی های مثل همون که گفتم حق اختراع و سرقفلی و حق اشتراکات و این حرفایی که از دیگران گرفتن حالا تو مثال اینا رو خود بیشتر بررسی میکنیم خب این از دارایی ها بود حالا این دارایی ها یکی با حقوق مالکان یا حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام چی هستن اصلش سرمایه است خب که اول نمیشتیم دوم اندوخته قانونیه طبق قانون تجارت هر شرکتی باید هر سال پنج درصد از سودش رو نگه داره تا این برسد به ده درصد سرمایهش پس هر سال پنج درصد از سود تا برسه به ده درصد سرمایه یعنی اگر سرمایهش به ده میلیارد تومنه باید یک میلیارد تومن اندوخته قانونی داشته باشه اما این یک سال نمیخواد تهیه کنه به مرور اینو تهیه میکنه تا به اون سطح برسه وقتی به اون سطح رسید دیگه نیازی به اند... گرفتن اندوخته قانونی وجود نداره سایر اندوخته هایی که شرکت ها باید داشته باشن بعض شرکت ها یه سری الزامات قانونی دارن مثلا بانک های اندوخته های باید بگیرن طبق الزامات بانک مرکزی بیمه ها همینطور اینا سایر اندوخته هاشونه. یه سود انباشته داریم ما که در موردش رو بیشتر صحبت میکنیم سود سال جاری یعنی سودی که سالی که هنوز مجمعش برگزار نشده به اضافه یه سودهای تقسیم نشده سالهای قبل سود انباشته کلش در مجمع قابل تقسیمه یعنی اگر شرکت مثلا امسال 5 میلیارد تومان سود کرده سه میلیارد تومن هم از سال از سال قبل سود انباشته داشته باشه سود قابل تقسیمش میشه سه میلیارد سال قبل به پنج میلیارد امسال میشه 8 میلیارد تومن مجمع می تواند همه اش را تقسیم کند حق این رو داره یه سهام خزانه هم است در مورد سهام خزانه بعد یه خورده با هم جزئی تر بعدا صحبت بکنیم سهام خزانه مفهوم جدیدی است در قانون تجارت ایران قبلا خیلی مورد استفاده نبود در حیات وقتی که شرکت سهام خودش رو میخر میان سهام خزانه خریده خب یه خورده در مورد مفهوم خرید سهام شرکت توسط خودش صحبت بکنیم چون معنی نداره که شرکت خودش مالک خودش باشه اگر شرکت سهام خودش رو بخره چه اتفاقی میافته در مورد اینها بعدی یه صحبت بکنیم مفهومش برای شما باز بکنیم تا اینو شما متوجه بشوید بدهی ها هم مثل دارایی ها دو بخش اصلی دارن بدهی های جاری یعنی بدهی هایی که مورد پرداختشون همین امساله بدهی های غیر جاری اونهایی که موعد پرداختشون سالهای آینده است پس زیر یک سال میشه بدهی جاری بالای یک سال میشه بدهی های غیر غیر جاری خب بدهی های جاری که اون پرداختنی های تجاری هستن شرکت کارایی کرده به بعضی ها بدهکار شده اگر تسهیلات مالی گرفته باشه از بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری حسه جاری سلام ممکن تسهیلات بلند پنج 5 ساله باشن چهار ساله باشن ده ساله باشن اما یه بخشش امسال باید بده اون بخشی که امسال باید بده رو برمیدارن میذارن اینجا بقیهش تو بدهی های غیر جاری میره پیش دریافت ها شرکت پیش دریافتی گرفته که مثلا باش لپتاپ تولید کنه همین لپتاپ می‌خواد باش تولید کنه و بفروشه قطعاتو بخواد بخره بفروشه تا وقتی که این, این لپتاپ رو تحویل نداده اون پولی که به عنوان پیش دریافت قرار داد گرفته توی بدهی هاش میاد تا وقتی که لپتاپ رو تحویل داد و این قبلا صحبت کردیم میره توی درآمدها. سود سهام پرداختنی شرکت ها وقتی که مجمع میروند تا در مورد فرآیند مجمع کوچولو ما صحبت خواهیم کرد سود سهامشون رو طبق قانون تجارت تا هشت ماه وقت دارن پرداخت کنن یعنی شرکت زمانی که به فرض در 31 خرداد ماه میره مجمع مجمع 31 خرداد برگزار میکنه هشت ماه بعد میشه سی بهمن ماه تا سی بهمن ماه وقت داره سودش رو تقسیم کنه و توضیح کنه خب ببینید زمانی که سود تقسیم میشود از سود انباشته خارج میشه میره میشینه توی بدهی ها چون بدهی شرکت به سهامدارانش هست و سرانجام مالیات پرداختنی میدونید مالیات هم شرکت ها یه وقتایی و یه تاخیرایی میتونن طبق قانون پرداخت بکنن که بدهیشون حساب میشه به اداره دارایی از اون طرف بدهی های غیر جایی رو ما داریم پرداختنی های بلند مدت هستن شرکت مثلا ماشین آلاتی رو با تسهیلات 5 ساله ده ساله خریده اقسام از اقساط وام های بلند مدتشون هستن یه وامی رو گرفته میگن حس جاریش رو اوورد تو بدهی جاری اونه که مال امسال نیست توی وام های بلند مدت و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان هست این یه آیتمیه که باید باش آشنا بشین شما کارمندان یک شرکت وقتی یا شرکت کار میکنن در پایان دوره کاریشون حالا پنج سال ده سال بیست ساله یا اصلا کل سی سالشون اونجا کار میکنن به ازای هر سال کار کرد یک ماه حقوق از شرکت به عنوان مزایای پایان خدمت باید دریافت بکنن این مزایای پایان خدمت هر سال در یه حسابی ذخیره میشه تا افرادی که از شرکت خارج میشن از اون عدد،, اون عدد, روشون پرداخت کنن البته بعضی شرکت ها این حق رو دارن که و این کار رو میکنن که میان در پایان هر سال اون مزایای پایان خدمت رو هم به افراد نقدی پرداخت میکنن و ازشون رسیدن میگیرن که آقا شما مزایای پایان خدمت تو مال مثلا سال 1399 رو از شرکت دریافت کردی و با شرکت تسویه هستی اما خیلی از شرکت‌ها مثل شرکت‌های بزرگ این کار رو نمی‌کنن می‌ذارن توی حسابشون بمونه و زمانی که افراد میخوان اصطلاحاً بازنشست بشن یا خودشون رو می‌خوان بازخرید کنن از شرکت برن بیرون بعد از مثلا 5 سال 10 سال کار این عدد رو بهشون کلا پرداخت میکنن این هم جزو بدهی های غیر جاری میاد اما بیایم با هم دو تا مثال رو ببینیم این دو مثال حالا من یه خود سریع از این آیتم ها گذشتم روی این مثال ها برای شما توضیحات خیلی بیشتری خواهم داد دو تا دا شرکت معروف رو هم انتخاب کردم صورت های مالیدم از سایت کدال آوردم این شرکت هر دوشون پذیرفته شده در بورس هستن یه سایت داریم به آدرس kodal.ir اینها هست من کار کردن با سایت کودال رو هم به شما خورد خورد آموزش میدهم الان یه کوچولو اینا رو میبینیم با هم دیگه بعد این سراغ این سایت کدال خب دوستان ببینید همینطور که من خدمتتون گفتم یه سایتی هست که میبینید شما kodal.ir این سایت مال سازمان بورسه نمیخوام خیلی در مورد کدال صحبت بکنم میخوام فقط نحوه به دست آوردن این صورت های مالی رو به شما نشون بدم چون این تمرین هایی به شما من خواهم داد بهترین جا واسه دیتای مجانی همینجاست به شکل فایل های پی دی اف و اکسل به شما این خروجی ها رو میده با حداقل سواد اینترنتی هم شما میتونید ازشون استفاده کنیم به شما فقط الان نشون میدم سایت کدال آی آر رو که رفتین یه جستجوی اطلاعی اینجا دارنده به شما دارم نشون میدم اینو که بزنید میتونید نام یا نماد شرکت ها رو بزنید حالا نماد اصطلاح بورسی اگر شما تو بورس کار نکرده باشید نمادها رو نمیدونید هم نداره مثلا من میخوام شرکت فولاد مبارکه رو فقط اسم باید شما دقیق بزنید یا یه بخش از اسم دقیق بزنید میزنم فولاد پارسیش فارسیش بکنم فولاد مبارکه اوردش خب ببینید اه... کلی صورت مالی داره فولاد مبارکه شرکت خیلی بزرگیه زیر مجموعه زیاد داره یه گزینه این پایین داره نوشته فقط زیر مجموعه الان روشنه بعد اونو خاموش کنید واسه شرکت های بزرگ این تیپی دوباره جستجو رو بزنید این دفعه دیگه فقط خود فولاد مبارکه رو میاره صورت های مالی مختلفش هست این ده نوشته صورت های مالی سال مالی منتهی به سی دوازده نود حسابرسی نشده جلوش سری علامت یه فایل پی دی اف استاندارد دارن اینا این شما دارید می نوشه دریافت فایل پی دی اف من رفتم روش این رو اگر بزنید این فایل رو برای شما باز میکنه که من حالا جای دیگه سیوش کردم رو صفحه که رفتم اگر هم دوباره روی همون بیاید یه علامت کلیپس داره این کلیپس رو اگر بزنید یه سری پیوست داره این رو میتونید بعدا باز کنید نمیخوام بازشون بکنم من بعضی از گزارش ها رو ما از توی این کلیپسه برمیداریم بعضی از گزارش ها رو از توی همون پیریفه برمیداریم به شما من دونه دونه اینا رو نشون خواهم داد فعلا بریم سراغ همین گزارش که من با این فایل PDF باز کردم از شرکت های فولاد مبارکه و افق کوروش اگر خوب یاد نگرفتید حتما اینا رو از پشتیبانتون بپرسید و یاد بگیرید وظیفه پشتیبانی این که اینها رو به شما کامل آموزش بده گرچه کار سختی هم نیستن خب فولاد مبارکه ترازنامش رو با هم ببینیم از دارایی غیر جاری شروع کرده ببینید دا... دارایی های ثابت مشهود انقدر هستند دارایی های نامشهودش این عدد هستن عددش رو داره واحد به میلیون ریاله سرمایه گذاری بلند مدت یعنی همون در شرکت های زیر 119 میلیون میلیون ریال 119 هزار میلیارد ریال هستند دریافتنی های بلند مدت سایر دارایی ها جمع دارایی های غیر جاریش چقدر شده 224 و و میلیون و 697 هزار میلیون ریال بخوام خلاصش بکنیم میگیم 224 هزار و خورده میلیارد ریال این دفعه سراغ دارایی های جاری سفارشات و پیش پرداخت ها. 37 خورده ای موجودی مواد کالا 315 و 920 میلیارد ریال موجودی مواد کالا دو بخش داره اونجا توی زمان درس به شما سریع گفتم من یا حتی بگیم سه بخش داره یه بخشش مواد اولی است که بهش میگم همونطور تو موجودی مواد کالا میگه یه بخشش کالای ساخته شده است مواد اولیه فولاد مبارکه چیه سنگ آهن میتونه باشه کنسانتره میتونه باشه گندله میتونه باشه هرچی که خریده باشه کالای ساخته شدهش چیه؟ اکثرا به شکل ورقه ممکنه یه م... وقتهایی شمش و اینها هم بفروشه یه کالای در جریان ساخت دارن که اونم موقع ترازنامه گرفتم بعد بهش توجه بشه اونم زمانی که هنوز کالا وارد خط تولید شده مثلا تولیدش پنج روز طول میکشه توی انبارهای میانیه به انبار کالای نهایی نرفته یه جای موقت مثل برزخ میمونه این رو هم اگر در پایان سال مالی برسه توی موجودی مواد کالا حساب میکنن دریافتنی های تجاری فروش های به صلاح نسیه سرمایه گذاری کوتاه مدتش ممکنه هم های بانکی کوتاه مدت باشن هم اگر سهامی در بازار بورس خریده باشه اوراق مشارکت اگر خریده باشه اینا همه رو میگن سرمایه گذاری کوتاه مدت موجودی نقدشه جمع حساب بانکی جاری و اینهاشه یه آیتم دارایی‌های های نگهداری شده فروش هم داره که البته معمولا توی شرکت ها صفره جمع دارایی‌های های جاری جمع دارایی های این سطر آخره من هایلایتش کردم 900 در سی دوازده نمد و هشتاد میلیون میلیون ریال یا نه هزار میلیارد ریال دارایی داره یه اصطلاح شما این بالا میبینید دوره منتهی به سی دوازده حسابرسی نشده این حسابرسی نشده و حسابرسی شده باشه طلبتون من به منقش بهتون میگم چیه فقط بدونید یک به شما کوچولو گفتم البته یک کاری واسه اعتبار دادن به صورتهای مالی این هنوز حسابرسی نشده باید حسابرسی بشود یک گزارش حسابرسی هم بعدا روش میاد حالا ببینید این 981 اه, هزار میلیارد ریال از چه منابعی تأمین شده است این رو اینجا ما میبینیم ببینید اول از حقوق مالکانه شروع کرده 209 هزار میلیارد ریال سرمایه شد. همین سطر اول که شما دارین می‌بینید. یه افزای سرمایه در جریان صرف سهام صرف سهام خزانه هست من هنوز بهتون توضیح ندادم اندوخته قانونی ببین 10 درصد سرمایه‌اش شده اندوخته قانونی ده درصد اون سرمایه است یه سایر اندوخته هم داره که حالا با توضیحاتش رو دید یه سود انباشته داره بیست و 423 هزار میلیارد ریال بیش از دو برابر سرمایهش سود انباشته داره چرا یه بخشی از زیادی از این سود انباشته سود سنواتیش اصطلاحاً یعنی سودی که در سال 1399 که این ترازنامه مال اون تاریخه ساخته شده بیاین یه حرکت بالا بکنیم ما صورت سود و زیان رو چون قبل از ترازنامه میدن ببینید شرکت سود خالصش چقدر بوده این سطری که اینجا هست دارید توی صفحه شما میبینید 328 و و هزار خورده میلیارد ریاله عدد و یادمون بمونه 328 هزار خورده ای اینجا سود هم باشه چقدر بود؟ 423 از این 423 328 داشت سود امسال 90 خورده شم از سالهای گذشته تو حساباش مونده حالا این سهام خزانه و این حال چجوری محاسب که ما فلان کار نداریم جمع حقوق مالکانش چقدره؟ 638 هزار میلیارد ریال یا این عدد و یادمون بمونه 638 هزار میلیارد ریال اینجا بدهی ها رو ببینیم اول بدهی های غیر جاری میاد تحصیلات مالی بلند مدتی فراد مبارکه نداره یه فقط ذخیره مزایای پایین خدمت کارکنان داره بعد میاد بدهی های تجاریش رو میاد چیز میکنه بدهی های جاریش رو میاره حساب های پرداختنی تسهیلات مالیش همه کوتاه مدت هستن جمع که میکنه ببینید 329 بله جمع بدهی هاشو بخشید 343 هزار میلیارد ریاله این نکته ای که ما میگم همینه شرکت فولاد مبارکه چقدر دارایی داشت 981 هزار میلیارد ریال دارایی داشت تقریبا 638 تاش رو از محل حقوق صاحبان سهام تامین کرده بود اگه ما یه ماشین حساب باز بکنیم 600 و چند بود 38 تقسیم بر 981 ببینید 65 درصد دارایی ها رو از محل حقوق مالکان در حقیقت ساخته این مدل شرکت فراد مبارک است بیایم حالا افق کورش رو با هم ببینیم من افق کوروش یه خورده سریعتر به شما خواهم گفت افق کوروش هم دقیقا مثل فولاد مبارکه یه دارای ثابت مشهود داره که قاعدتا همون ساختمون این هاست با سرمایه گذاری در املاک فرق داره ها ببینید کسی که یه ساختمون واسه یه دفتر مرکزیش میخره یا یه ساختم... یا یه زمینی واسه کارخونهش میره تهیه میکنه اونجا سوله ای میسازه و این ها اون ساختمان رو به قصد سرمایه گذاری نخریده به قصد استفاده خریده یا ساخته با سرمایه گذاری در املاک فرق داره شرکت های عادی سرمایه گذاری در املاکشون یا صفر یا خیلی به ندرت پیش میاد دارای ثابت مشهود داره هزار میلیارد ریال خب اصلا اندازه افق کوروش با اندازه پول مبارکه قابل مقایسه نیست شما اصلا اندازه ها رو نگاه بکنید ترازنامه مبارکه 981 هزار میلیارد ریال بود ترازنامه افق و گوش بدیم چقدره خیلی جزئی تره مثل همون همون آیتما رو شما دارین میبینید میرسید به جمعشون ببینید جمع دارایی هاش پنجا و هفت هزار میلیارد ریاله جالبه این اون 981 هزار میلیارد چند برابر این میشه نزدیک 18 برابر این میشه دیگه خب ببینید 981 تقسیم بر 57 17 برابر افق کوروش دارایی داره خب اصلا فولاد مبارکه با افق کوروش قابل مقایسه نیست یه نکته جالبه دیگه که داره اینه که افق کوروش دارایی جاریش خیلی زیاده خب شرکت شرکت خرده فروشی افق کوروش احتمالاً همه ما فروشگاهاشو دیدیم شرکت خرده فروشی خرده فروشی که حالا مدل تجاریش هم بر اساس فرانچایز یعنی اون فروشگاهی که داره اکثرا یا اجاره هستن یا مدل فرانچایز و یه جور مشارکتی هستن پس ساختمان زیادی نداره دارایی ثابت زیادی نداره بیشتر دارایی موجودی کالا و اینهاشه هاشه لذا شما میبینید که از 57 هزار میلیارد ریال دارایی نزدیک 44 هزار تاش دارایی جاری طبیعی هم هست حالا نکته اینه ببینید فراد مبارکه 65 درصد داراییش از حقوق مالکان بود اینجا افق کورش جمع حقوق مالکانش چقدره 18775 میلیارد ریال چند درصد میشه تقسیم کنیم ما 18775 میلیارد ریال تقسیم بره 57090 57090 این فقط 33 درصد داراییش از به صلاح آورده مالکان حقوق مالکان و حقوق صاحبان سهام تشکیل شده عمده داراییش رو از چی ساخته از اعتباراتی که از اعتبار دهنده های گرفته ده اگر شما نگاه بکنید عمده اعتباراش هم پرداختنی های تجاری هستن میدونید که بیزنس مدل اینا چجوریه بیزنس مدل افق کوروش این است که شرکت میاد کاله ها رو نسیه میخره توی فروشگاهش نقد میفروشه در حقیقت یه بخشی از بار تأمین مالیش رو به عهده تأمین کننده ها میندازه به عهده مثلا تولید کننده شوینده به عهده تولید کننده اون کیک به عهده تولید کننده مواد لبنی لبنی پفک و غیره ای که همه رو افق کوروش میفروشه خب این بیزنس مدلشه در حقیقت اصلا سود امثال افق کوروش در این است که حالا من نمیخوام خیلی اینجا نه نفی کنم نه اثبات کنم ما فقط بیزنس مدل رو بشناسیم اینها با سرمایه کم کار میکنن یه جورایی سرمایه دیگران رو به خدمت خودشون میگیرن فولاد مبارکه دقیقا نقطه مقابل بود با سرمایه خودش کار میکرد و به خیلی هم تازه اعتبار میدهد این مدل اون شرکت های فولادن جاهای دیگه دنیا نمیدونم چجوریه اما افق کوروش یه شرکت تولید مثلا توضیح کننده است از یه مزیت رقابتی برخوردار سعی میکنه ترازنامهش رو اصطلاحا اهرامی کنه اهرامی کردن ترازنامه یعنی اینکه تا جایی ممکن بیان از چی استفاده کنن از بدهی حالا بدهی چه به بانک چه به تامین کنندگان و اینها از اینا استفاده بکنن دارایی هاشون رو تامین بکنن چون شما دقت هم بکنید دیگه ببینید 34000 خورده میلیارد ریال پرداخت تجاری داره موجودی مواد کالا چقدر بود؟ این 20 هزار تاست پس این نشون میده که آمده است موجودی مواد کالاشو کلا نسیه خریده یا بخش زیادشو حداقل نسیه خریده من یه خورده الان توی تجزیه و تحلیل ترازنامه هم رفتم اما بحث این دورم اون نیست در یه دوره مجزا اینشالله خیلی از شما تقدیم میکنم من اما گرم این تجزیه و تحلیل ها دقیقا از همین عدد بازه ما در میاد پس یه دوره بخوام بکنم ترازنامه رو بحث ترازنامه رو به پایان برسونیم و بعد تو پارت بعدی صورت سودوزین خیلی از شما تقدیم بکنیم ترازنامه سه بخش کلی داشت دارایی ها حقوق مالکان و بدهی ها دارایی مسابقه بود با حقوق مالکان به اضافه بدهی خود دارایی اجزایی داشت بدهی جاری دارایی جاری دارایی غیر جاری غیر جاری اونایی بودن که به این سادگی نقد نمی شدن بیش از یک سال طول می جاری ها و نمی که سریع نقد می شدن وجوه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت موجودی هم واده کالا و پیش پرداخت ها و اینا همشون تو دارایی ها بودن اون طرف حقوق مالکان بخش عمدش سرمایه بود سودهای انباشتا به نماش اضافه می شد بدهی ها هم باز به بدهی های جاری زیر یک سال بدهی های غیر جاری تقسیم می شدن. این آیتم ها یعنی دارای مشهود دارای نامشهود استهلاک که مثلا یادش بگیریم ما اینا اینا خیلی خودشون بحث دارن همه رو توی مبحث سوم که در مورد آیتم های ترازنامه و ارتباط و اونها با هم دیگه است با هم با دیتیل و جزئیات خواهیم دید موفق و پیروز باشید یا علی